خوش اومدین به قسمت دوم برنامه امروز. همون جوری که میدونین خانم میترا بابک توی استودیو هستن و در خدمتشون هستیم. خوب هستین؟ من خیلی خوبم و خیلی خوشحالم که کس رو تو رو میبینم. خیلی دلم واسه تنگ شده بودم. واقعا خوشحال شدم وقتی وارد شدم. منم دقیقاً همچنین. و خیلی خوبه که ما اینقدر فقط زنونش نکنیم، بعضی وقتا یه آقا هم بین ما باشه. اگه اجازه بدن چرا که نه. خانم مامان، هفته پیش قرار بود در مورد بچهای لجباز صحبت کنیم که خانواده هاشون یا پدر مادرشون باشون چه رفتاری میکنن، چه عکس العملی نشون میدن. دقیقاً. اگه میشه بفرمایید. دقیقاً. ما معمولا میدونیم که از فرهنگ لجبازی میایم، بچه‌هامون هم که بعد کم کم میشن سوپر لجباز. بعد نگاه کنیم ببینیم واقعا با بچه لجباز چیکار باید کرد. اولین کاری که خیلی سخته با بچه لجباز و بالغ لجباز طرف بودن، خیلی سخته. اولین کاری که پدر مادر باید بکنن اتحاد این دو نفره. این دو نفر باید با هم متحد باشن برای تربیت فرزندشون. یکی بد گای گود گای، یکی دیو یا فرشته نشه این وسط. برای اینکه همونطوری گفتم هفته پیش، بچه‌ها خیلی اسمارت و باهوشن، نقطه ضعف رو پیدا میکنن. و اگه مامان بخواد خودش رو مثلا شیرین کنه یا بابا بخواد شیرین کنه، خراب کردن کار. خراب کردن. بیچاره شدن هر دو پدر مادر و طبیعتاً بچه هم خوب آسیب شخصیتی میخوره و بعد فردا پارتنرش پدرش در میاد. همون راه حلش خیلی مهمه، چون خیلی صحبت از خشونت درسته. کرده بودن که اصلا نباید خشونت به خرج بدیم، برای اینکه بچه با خشونت دو حالت از نظر روحی روانی دو اتفاق ممکنه براش بیفته. یا له بشه شخصیتش، بشه بچه بدبخت به اصطلاح مظلوم که هر کسی میتونه بهش اشراف بکنه، و یا اینکه نه بیشتر از حدش حتی لجبازتر بشه و بعد انتقام بخواد بگیره. درسته، بعضی اصلا لجبازی رو با لجبازی جواب میدن، این چی؟ حتما بده. خب آخه چجوری من میتونم جلو لجبازی رو بگیرم وقتی خودم دارم لجبازی میکنم؟ ببین چند تا کار مهم رو باید انجام بدیم. در درجه اول همون اتحاده. حتما نباید باج بدیم به بچه‌مون. اگه حالا داره شلوغ میکنه، حالا تو خیابونم، حالا تو مهمونیم، بچه داره گریه میکنه، یه چیزی بهش بدم که ساکتش کنم. بچه اینجا رونگ مسیج یا پیغام اشتباه میگیره. متوجه میشه که خب پس اگه من گریه کنم، یه چیزی که میخوام به من میدن. پس اون هی عادت میشه براش. عادت میشه واسش. هموم کردن بچه، استقلال خیلی مهمه. به بچه باید استقلال از همون کودکیش بهش استقلال بدیم. میخواد موهاشو شونه کنه، شونه کنه. میخواد غذا خودش بخوره، خودش باید غذاشو بخوره. میخواد هموم کنه. خب معلومه بچه نمیتونه دو ساله، سه ساله، چهار ساله راحت خوب هموم کنه. ولی بابا آخر دنیا نمیشه. اجازه رو بدیم که خودش کارهای خودشو خودش انجام بده. میخوایم ببریمش مهمونی، از قبل بهش بگیم که ما داریم میریم مهمونی، برو لباستو عوض کن. حتی حق انتخاب بهش بدیم، بگیم که چی دوست داری بپوشی. اینا به کودک شخصیت میده، هویت میده. بچه دلیل نداره دیگه لجبازی بکنه وقتی که بهش وقت دادن یا میخواد غذا بخوره، خودش داره غذا میخوره. مادر بدبخت درب و داغون فکر میکنه که بچهش اگه الان غذا نخوره میمیره. درسته. به زور این غذا رو میکنه تو دهنش، بعدش هم بچه اینجوری میکنه، هرس میخوره بچه، عصبانی میشه، مادرم عصبانی تر، بعدش هم دوتا چکم ممکنه بزنه تو گوشش که مثلا من مادر مهربون دارم به بچه هم غذا میدم. دیدی بعضی وقتا اینجوری میکنن. به زور میخوام به بچه. یعنی چی؟ یعنی شما نظرتون اینه که باید آزاد بذارم بچه رو؟ بچه آزاد باشه. اون آزادی و استقلالش رو وقتی پیدا بکنه، یعنی احترام به نفسش رو داریم به کودک میدیم. اون وقت ختم میشه به لجبازی؟ نه. ببین بچه وقتی که داره خودش غذا میخوره، بچه همیشه دوست نداره خودش غذا بخوره. ولی بچه سنای متفاوت داره که بین 2 تا 3 سال خیلی عمومیه که کودک شروع میکنه به لجبازی کردن. اهمیت نباید داد، جدی نباید گرفت، سر به سر بچه نباید گذاشت، نباید بهش فهموند که آله من فهمیدم که تو داری لجبازی میکنی. تشدید نباید بکنیم این قضیه رو، برای اینکه این برای رشد شخصیتیشه. این دکی بین 2 تا 3 سال رد میشه میره، ولی ادامه ممکنه پیدا بکنه اگر من پدر یا مادر بلد نباشم چجوری برخورد بکنم. و تنبیه شکلش هم تنبیه بدنی افکت کنه. تنبیه بدنی خیلی بده، برای اینکه بچه له میشه، از دو طرف له. بعضی وقتا لازم نیست، بعضی کوچولو. تنبیه نه، فرم بودن و یا آرام و محکم بودن. فرم به انگلیسی، ولی به فارسی فکر کنم یه آروم صحبت میکنم، مصمم.
حالا میتونه بدنی نباشه ولی یه تنبیه به شکل دیگه این. ببین آره 2 دقیقه بچه 2 ساله 2 دقیقه 3 ساله 3 دقیقه 4 ساله 4 دقیقه یه جای امن، نه اینکه یه جای خطرناک. آره. بهش بگم برو اونجا بشین یا برو تو اتاق، برای 3 دقیقه واقعا نگاه میکنم، برای اینکه نباید از اون طریقم آسیب. یکی نوشته بود میندازمش تو سیاهچال، میندازمش از این کارا با خودت کردن بنده خدا به کجا رسیدی؟ آه. پدرمون در اومد. این تنبیهات بی جاییه. استراب میاره، فوبیا میاره، نگرانیهای متفاوت تو بزرگسالی میاره. دیدیم مرد گنده از خانم بزرگ از یه چیزای خیلی خیلی معمولی میترسه و خودش هم خجالت میکشه به زن و بچه‌ش بگه من از این چیزا میترسم، برای اینکه این بلاها سرش اومده. استقلال خیلی مهمه و بعد به بچه‌مون بگیم فرم و محکم و مصمم که نه این کارو نباید بکنی. ما نباید به بچه بگیم مثلا بهش میگی بلند شو بیا غذا بخور، میگه نمیخورم. میگم بهت بلند شو بیا غذا بخور، میگم نمیخورم. داریم تشدید میکنیم. اون دو تایشون دارن لجبازی میکنن. یک بار میگم با من بابا و من مامان بلند شو بیا غذا تو بخور، میگه نمیخورم. آخر دنیا نمیشه، نترسی 2 ساعت دیگه میاد یواشکی میخوره خودش. ولی اینه که هی کل کنم باهاش، دارم تشدید میکنم این قضیه رو که منم دارم با تو لجبازی میکنم. درست. من میگم باید اینو بپوشی، من میگم باید اینو بخوری. وقتی این تون صدا میاد بیرون، دو کار خطرناک میکنه. یکی داره میگه من مادر لجبازم و من پدر لجبازم، دوم اونم الگو برداری میکنه، همینو تقدیم خود من میکنه. درسته. یعنی با احترام شاید یا با تنبیه‌های کوچیک‌تر میشه این موضوع رو خیلی راحت‌تر کرد. حالا خانم بابک، این که در مورد بچه بود ولی یه نفر مثلا گفته بود توی بزرگسالان همین بحث مطرح شده بود که یه نفر مثلا گفته بود من تازه زن گرفتم، بعد 2 ماه اول عروسی زنم همش میره خونه مامان باباش، بعد اصلا چه ازدواجیه؟ بعد میگن چرا زن نمیگیری؟ دو ماه ازدواج کردم، من همش کل هفته رو دارم میرم خونه مادرم. خب برای چی ازدواج کردی؟ همون پل مامان و بابات میموندی. وقتی انسان ازدواج میکنه، چه مرد و چه زن، باید یه نوع طلاق عاطفی اون وابستگی رو قطع بکنه، چسبندگی رو حتما قطع بکنه. الان یه زندگی مشترک درست کرده از لوس بودن. این بچه یه لوسه، بچه یه وابسته و چسب دو قلوه، که یعنی بچه یه بزرگ دیگه، قولکه. درسته. که حالا نمیخواد بزرگ شه، هنوز در کودک درونش کودکه و هنوز میخواد پلو مامان باباش باشه. امنیت رو هنوز تو خانه خودش احساس نمیکنه به صورت به عنوان کودک مستقل. اینجا همتمون استقلال میاد. کودک وقتی استقلال داره، یه لحظه برگردم به این، مثلا اگه کودک داره تو پارک بازی میکنه، همون لحظه نباید بهش بگیم که بوده داریم میریم. کودک باید صبر کنه، بگیم میخوام بازی کنم، بذار بازی کنم. میگم اوکی 5 بار مثلا برو بالا اون سرسره رو یا تابو بازی کن 5 بار، سر حرف من وای میستم 5 بار که تموم شد بریم. یه اعلامیه قبلی خیلی خیلی مهمه. این اتفاقی که الان مسئله که تو داری میگی، حتما این کودک و این خانم در بچگی استقلالش رو پیدا نکرده، یا بیش از حد بهش توجه شده، بیش از حد و استقلال بهش داده نشده و دائما مادر همه کارا رو خودش کرده یا پدر همه کارا رو خودش کرده، ولی که شده همسر نمیتونه مثل یه همسر بالغ برخورد بکنه، توی خانه خودش احساس امنیت بکنه و لذت ببره از خونه لونه جدید خودش. و طبیعتا ابتدای ازدواج، این ابتدای ازدواج اگر به همین صورت پیش بره، حتما مسائل خیلی پیچیده‌تری پیش میاد. متاسفم. یه نفرم گفته بود که من وقتی با شوهرم به یه لجبازی به یه درجه رسیدم که هرچی شوهرم میگه اصلا ناخودآگاه برعکسش میگم، یعنی اگه حتی جوابم بله باشه میگم نه. وای به حال این بد شوهر کم سم. یه دلیل دیگه در این که ازدواج نکنید. من یاد گرفتم از همون کودکی دوباره که یه چیزی رو بگم نه، هرچند اگر درسته، چون با پدر و مادری معمولا بزرگ شدم که هنوز من اعلام نکردم چی میخوام، میگه نه خیر نه خیر، بلگو برداری کردم. هنوز صدای من نمیشنمی، هنوز من نگفتم چی، همینی که گفتم نه خیر. آخه بابا بذار من حرفامو بزنم. این ممکنه الگو برداری شده از همون کاراکتر یا شخصیت پدر مادر متاسفانه، یا اینکه از این طریق اصلا من از کودکی تونستم به مقصد خودم رسیدم و بعد تراستم ندارم و غرور دارم. دوست. بسیار مغرورم. چون مغرورم، چون اگه بگم آره تو درست میگی، پس من دارم به تو پوینت میدم، به تو امتیاز میدم.
یاد گرفتم که به هیچ کس امتیاز ندم به خاطر اون غروری که در موردش قبلا صحبت کردیم، چقدر مسموم انسان غرور داشته باشه. اینه که متاسفانه حالا تو زندگی زن، یه نفر دیگه هم نوشته بود برای من که من تو کودکیم دائما لجبازی کردم و هر دفعه هم که لجبازی کردم پدر مادرم با من کنار اومدن. حالا که 20 و چند سالمه تو زندگی اجتماعیم با بویفرندم نمیتونم اصلا بویفرند نگه دارم، برای اینکه حالا متوجه شدم اونا دیگه پدر مادر من نیستن. هر وقت که من لجبازی میکنم از دستشون میدم، چه باید بکنم من؟ حالا این بانو متوجه شده که اون آسیبایی که همون پدر مادر و همون خانه بهش زدن داره خودش بها میده اینجا. حالا به عنوان یه بالغ باید به این قضیه نگاه کنه که من الان یه بالغم، متوجه شدم که اون کارا غلط و اشتباه بود، حالا میخوام کودک درونمو بزرگش کنم همراه با جسم خودم، عقل خودم رو بارورتر کنم و یاد بگیرم که خب حالا که دارم، من که دارم میبینم دارم لجبازی میکنم به عنوان بالغ، که دارم میبینم کودک میفهمه داره لجبازی میکنه، وای به حال بالغ، حالا پس استاپ باید بکنم، متوقف بکنم لجبازیمو، حرف بزنم، صحبت بکنم. دیدی که وقتی آدم کم بیاره لجبازی میکنه و قهر میکنه، این بهترین اصطلاح دیگه. یا مثلا یکی نوشته بود که تمام کودکیمون انقدر مامان و بابام با هم قهر میکردن و لجبازی میکردن، مثلا میخواستیم بریم عروسی، هممون حاضر بودیم، از 2 هفته 3 هفته قبل ما آماده بودیم که بریم، یه دفعه اینا دعواشو میشد، مامانم گفت نمیرم. حالا همه ما آماده ایم، ذوق کردیم، میخوایم بریم، نمیرفتیم، نه عروسی نه مهمونی، دائما این بلا سر ما اومد. یه مسئله دیگه خیلی خیلی تأسف آورتر اینه که یه کیسی از کیسای من، اینا 2 هفته مونده بوده که ازدواج کنن، تمام کارتا و دعوتا از برای همه دنیا، مهمون از کشورهای دیگه بیان توی یکی از کشورهای اروپایی، مادر زن و مادر شوهر دعواشون میشه سر یه مسائل کاملا مسخره. این دو نفر جنگ جهانی رو بین دوتایشون شروع میکنن و این دوتا زن و شوهر یا عروس داماد جوون ضعیف و بدون عدم استقلال، نداشتن استقلال، درگیر میشن با این گیم واقعا نابرابر و لجبازی میکنن، دوتایشون هم به هم دیگه لجبازی میکنن، عروسی رو به هم میزنن. مردم بنده خودم که از اون برای دنیا بلیت گرفته بودن که پول بلیتشون هم رفت، حالا هیچی، اون همه خرجم که رفت چون همه کارا آماده شده بود. لجبازی پدر و مادر یا خانواده ها و بعد لجبازی ما دو نفر عروس و داماد که چرا مامانت اینو گفت، نکه چرا مامانت تو اینو گفت، اصلا من نمیخوام زن تو بشم، اصلا منم نمیخوام تو زن من بشی. درسته. پس چقدر تأسف آوره. همه اینایی که گفتیم برمیگرده در واقع به کودکی فرزندا و اینکه فرزندا باید باشون یکی متحد باشن، مصمم باشن و استقلال بشون، استقلال بدن، لجبازی با کودکشون نکنن. درست. احترام به کودکشون بذارن، بشنون صدا، اینقدر این پدر مادر رو نگن برو کنار، حوصله ندارم، برو کنار، صدای فرزند بها بدن به فرزندانشون. و من بالغم اگر میدونم لجبازم وظیفمه، وظیفه اخلاقی انسانی اجتماعی خودمه که با خودم دیگه لجبازی نکنم، بدونم این اصلا بسیار اصلا غلط و زشت و کریه و قبیحه، بذارمش کنار، بشم انسان رها و ساله. درست. خب برای هفته دیگه سوال چی داریم؟ هفته دیگه چی فهم کنی در مورد تعصب صحبت کنی؟ او بسیار بحث جالبیه. آره. در مورد تعصب. به چی تعصب دارین و چرا؟ مرسی خانم بابک، مثل همیشه بسیار عالی، مطمئنن دوستان هم بنزه کافی چیز یاد گرفتن. امیدوارم. مثل هفته های گذشته همونجوری هم که میدونین ما سوالو مثل هر هفته میذاریم تو پیج من تو پلاس و شما هم بیاین ببینین که به چی تعصب دارین، قرمز، آبی، در حال دوستان هستن که تیمای فوتبال یا به هر چیزی که تعصب دارین بیاین اونجا بنویسین و ما هفته بعد در این مورد خانم بابک یعنی صحبت میکنن و میریم سراغ چی الان آزاده؟ آکادمی موسیقی گوش. میدونن که بیننده عزیزمون همشون میدونن که آزمون صدای آکادمی موسیقی گوش 23 مهر یا همون 14 اکتبر قرار برگزار بشه. بنابراین اگه که صدای خوبی دارین یا اینکه استعداد خوانندگی دارین و دوست دارین این صدای خوبتون رو جلوی آقای هومن خلطبری و آقای بابک سعیدی محک بزنین و همچنین شانسشون رو برای برنده شدن 25,000 دلار امتحان کنن، تنها کاری که احتیاج انجام بدین بریم به وبسایتمون. خب شرایط فرم ثبت نام هم که همونجوری که میبینین اگه روی این لینک آزمون صدا کلیک بکنین مستقیما میتونین وارد صفحه فرم بشین که ازتون میخواست که مشخصاتتون رو یه عکس و یه ویدیو خونگی از خوندنتون برای ما بفرستین
تازه امسال این شانس رو دارن که اگه نتونستن از طریق وبسایت ثبت نام کنن به صورت حضوری به روی همین آدرسی که روی صفحه میبینن بیان اونجا تو این به این آدرس و حضوری آزمون بدن. تنها چیزی که احتیاج دارن حتما گذرنامه و ویزاتون رو همراه خودتون بیارید. چی از این بهتر؟ پس دیگه منتظر حضور شما در این آزمون هستیم. وقت اصلا نداریم. راه ارتباط با ما رو که میدونیم فیسبوک مرتو پلاس و وبسایتمون. همینجا به همراه آزاده و خانم میترا بابک از این خدافظی می‌کنیم تا فردا. خدا نگهدار.